امروز میخوام ببرمتون یه جای خیلی جالب، خیلی جالب. رو بذار تو مسیر نشونتون میدم، رسیدیم بهتون میگم. آوردمتون تدکس، بریم بشینیم صحبت کنیم. خب برای اونایی که نمیدونن، تد یه چیزی بود که توش قدیما ویدیو آپلود میکردن، ویدیوی سخنرانی. بعد از یه مدت تبدیل شد به کنفرانس، شد تد تاک. بعد از یه مدت یه سری از سراسر دنیا اومدن گفتن ما میخواییم به صورت مستقل هم همینا رو برگزار کنیم. یه چیزی اومدن ساختن به اسم تدکس، که اکسش برای اینه که بگن اینا رو یک سری آدم جای جای دنیا به صورت مستقل برگزار میکنن و وصل نیستن به خود تد اصلی. این شد تدکس. حالا تو ایران، تو تهران، یه تیمی به صورت داوطلبانه اومدن تدکس امیرکبیر برگزار کردن که توش 13 تا سخنران داره و تمش هم تم بذره. بذر از اینو که برمیداریم میکاریم و در میام، تمش تم بذره. میخواین تو رو نشونتون بدم. حالا واقعا نظر چی بوده تا الان شهریار؟ من خیلی راضی بودم، تاکا با مزه بود. یه دوتاشو بیشتر دوست داشتم دیگه. تاک اولیه که خیلی خوب بود، تاک شادی هم خیلی خوب. اونی که راجع به آزار و اذیت جنسی کودکان بوده و اونی که راجع به بدبختایی بوده که صداشون شنیده نمیشد، اونا رو ول کردم. اونی که راجع به معماری شهری بود فوق‌العاده بود. آیه امام جمعه‌مون هستن. کدوم تاکو بیشتر دوست داشتی تا اینجا؟ والا من قسمت اولی که نبودم، قسمت دومی که بودم هم تقریبا همه خوب بودم. خیلی مقایسه سخته. با دوربین خبری صدا و سیما صحبت نمی‌کنی چرا؟ رسمی ایکس رای دادی یا وای؟ یه دقیقه پازش کنیم، من این نکته ای رو اینجا اضافه کنم. بازی ایکس و وای یه بازیه که توش تو وای انتخاب به نفع جمعه و ایکس انتخابیه که به نفع فرد یا همون تیم تکیه، و وای مثلا انتخابی که به نفع همه تیم هاست. و این بازی میاد بررسی میکنه که آیا تیم ها میتونن با هم همکاری کنن و نفع جمعی رو پیش ببرن، یا اینکه نفع شخصی یا نفع تیم خودشون براشون مهمتره. و وای رأیه که وقتی بخوای نفع جمعی رو ببری جلوتر رأی میدی، و ایکس رأیه که وقتی بخوای نفع شخصی یا نفع تیم خودت رو فقط در نظر بگیری رأی میدی. لینک مربوط به یه PDF که راجع به این بازی توضیح میده رو تو دیسکریپشن براتون میذارم، حتما اگه دوست داشتید برید راجعش بخونید. حالا برگردیم به ویدیو. بیشتر من از همون اول میگفتم وای رأی بدیم، ولی خب در واقع خیلی سخت بود. من یه کار خیلی زشت کردم، بذار اعتراف کنم. اعتراف کن. من همون آدمی هم که رفتم همه رو متقاعد کردم، گفتم واقعا بیاد آدم حسابی بشیم بریم همه وای رأی بدیم. گفتن باشه. برگشتم به بچه‌ها گفتم حداقل یکیشون رو تونستم گول بزنم، ایکس رو بدیم بده. خیلی خوب. این تقریبا کاری بود که همه کردن، یعنی تو تیم ما هم یه فکر نکن آدم خاصی هست. خیلی آدم بدی نبود. همه اینجا شیشه خورده دارم، پدر سوخته کم نداریم تیم. خب حالا بگونم خود چیکار کردی؟ من خدای من راند اول نبودم. بعد
توی زردا همه وای داده بودن تیم ما ایکس داده بود. من رفتم مذاکره نمیدونستم پدر سوخته ها در واقع تیم خودمونن. آخر یکی از خوبیه مسابقه اینه که ذات پلید آدم ها به روح خودشون نشیده میشه، مثل مونوپولی که رفاقت ها رو خیلی مستحکم میکنه. آخ 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 همه بریم بیرون غذا بخوریم. خودمون رو متقاعد میشیم میریم. نه شهریار میمونه. من تا آخرش هستم، تا آخرین قدم هستم. خب یه ذره از اسمه بگم. یه ذره از اسمه بگم. منتظری. هم یه ایونت کاملا نامربوط به تدکس بچه ها. اومدن اینجا آهنگ تکنیکوش میدن گوپس گوپسش خواهل میکنن. باور کن بودن این داستان ها بده. جذابه، خیلی جذابه که من الان اینجا هم. اینه خاک بر سرم. یه بار دیگه هر کدومو بگم احمقانه اصلا. اینو بگم مثل میمون میمونم، اینو بگم رکب خوردم، ولی رکب بخورم بهتر از میمون بودنه. باکو بچه ببینید کیو پیدا کردم. یعنی خدایی تو تدکس من کیو پیدا آیه اولیاییه. خیلی دوستش داریم. چشش بگی زلی. تموم شد. ساعت الان 6 بعد از ظهره. براسیتش رو بخواین، انقدر ما تو سالن بودیم و انقدر برنامهش فشرده بود که نشد خیلی براتون فیلم بگیرم. اون تو نباید فیلم برداری میکردیم از خود سخنرانی ها و بیرونش هم خیلی مجالش نبود، واسه همون یه خورده کوتاه میشه. ولی حالا الان که خیلی جاش نیست نمیشه، ولی وقتی رسیدم خونه یه دور براتون صحبت میکنم از اینکه چه صحبتایی شد و کلا من چی برداشت کردم از این قضیه و با هم حرف بزنیم. خب بچه ها تم این تدکس تم بزر و هدفش این بود که سخنرانه سری حرف میخواستن بزنن که یه سری فکر رو تو ذهن ما بکارن که ذهن ما درگیر کنه، بریم بهشون فکر کنیم و ببینیم که میفهمیم پیغام حرفشون رو، میتونیم بگیریمش، میتونیم اجراش کنیم یا نه. کسی که اسید پاشی شده بود تو صورتش یا کسی که میرفت از کسایی که هیچ کس نمیشن سرشون مستند میساخت، یه کسی که اومده بود مثلا دور بازار تهران رو یه تغییراتی داده بودن که باعث شده بود بازار تهران جوری بشه که خانم‌ها بتونن توش برن، یا خیلی خیلی بهتون پیشنهاد میکنم حتما بعد اینکه ویدیوهای اینا رو اینترنت گذاشته شد برید ببینیدشون، بهشون فکر کنین. خیلی جالبن، زیادم ازتون وقت نمیگیره، همه سخنرانی ها زیر 20 دقیقه است تقریبا. برای من خیلی جالب بود، من خیلی دوستش داشتم و بازم میرم و اگه دوست داشته باشید بازم ویدیو میگیرم ازش وقتی برم. همینجا تمامش میکنیم. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا با من بودید، این ولاگو. مرسی که دیدید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. سینا کراشم، خدافظ.